سلام و عرض ادب خدمت همه دوستان و همراهان همیشگی کانال پارتیزان. خیلی خوش اومدید به یکی دیگه از برنامه های ما. توی برنامه امروز میخواییم به تاریخچه و چگونگی طراحی سلاح SVD معروف که در واقع با نام قناسه همون رو خیلی ها میشناسند بپردازیم. پس تا پایان این برنامه با ما همراه باشید و با لایک و کامنت و سابسکرایب از تیم ما حمایت کنید و به ما انرژی بدید. خب حالا بریم سراغ اصل مطلب. در ادامه برنامه به تاریخچه و نحوه به وجود اومدن سلاح افسانه‌ای میپردازیم که به مدت 60 سال در خدمت و در بیش از 38 کشور جهان عملیاتی شده و یا سلاح سازمانی بوده. در بخش اول برنامه به معرفی و شناخت سازنده اون میپردازیم و در بخش بعدی اون هم به چگونگی طراحی و ساخت سلاح و چالش‌های پیش روی اون میپردازیم. قطعاً مسابقاتی و پول تکشن بود. از جمله اختراعاتی که توسط آقای دراگانوف طراحی و به تولید رسید سلاح استلا، زنیت، تایگا، MSTV 50 و TSV 50 بود. آقای دراگانوف در سال 1957 مفتخر به دریافت نشان افتخار ارتش شوروی شد و تا سال 1958 به طور مؤثر و جدی در مسابقات تیراندازی شرکت میکرد. مهارت و دقت تیراندازی فوق‌العاده آقای دراگانوف وی رو مشهور و صاحب نظر کرده و او به خوبی میتونست تشخیص بده که پراکندگی تیرها روی سیم از سهل‌انگاری فرد تیراندازه یا اشکالی در سلاح و مهمات وجود داره. آقای دراگانوف فردی اجتماعی بود، درشت‌اندام و همیشه با لبخند و سیگاری در دست و خیرخواه و مصلحت اندیش و از حاشیه و مشاجره دوری میکرد و همه از شخصیت او خوششون میومد، حتی رقیب های ایشون. مثلا وقتی که یکی از رقبا در رقابت با آقای دراگانوف در طراحی سلاح مغلوب شد، تصمیم گرفت تجارب خودش رو به آقای دراگانوف منتقل کنه، چون در واقع ایشون رو دوست داشتن. و میتونیم به خشاب تفنگ SVD اشاره کنیم که در قسمت انتهایی داره یه دو لبه تنگ که فشنگ رو باید قبل از این قسمت تنگ وارد خشاب کرد تا زه پوکه ها با هم درگیر نشد و فشنگ ها گیر نکنند. و این در واقع طراحی رقیب آقای دراگانوف یعنی آقای کنستانتیوف بود که دراگانوف این طرح رو از ایشون گرفت و در واقع بهش کمک کرد. در سال 1958 آقای دراگانوف 38 ساله و رهبری ارتش شوروی برای ساخت یک سلاح تحقیرانداز در سطح جوخه و جایگزین کردن اون با سلاح تحقیرانداز M1891 با دوربین PU که الان 33 سال در خدمته و نشون میده که این کار چقدر هم سخت بوده و برای این منظور مسابقاتی برگزار میکنن و الزاماتی رو لیست میکنن و از شرکت کننده ها میخوان که سلاح رو با این مشخصات طراحی و پیشنمونه خودشون رو جهت تست تولید کنن. این سومین تلاش ارتش شوروی برای به دست آوردن یک سلاح تکتیرانداز دقیق بود. در فهرست الزامات ویژه رزمی 20 گانه ارتش برای ساخت سلاح اومده بود که سلاح نیمه خودکار و با قابلیت بارگیری مجدد بدون دخالت دست باشه، دارای دقت فنی در مهمات و لوله سلاح باشه، سلاح دارای خشاب 10 فشنگی باشه، همزمان هم از اپتیک و هم از دستگاه نشان روی مکانیکی استفاده کنه، نیاز به باز کردن دوربین برای نظافت و تعمیرات نباشه. در اتحاد جماهیر شوروی معیار انتخاب تفنگ تحقیرانداز شلیک یک ست فشنگ و اصابت اون در دایره‌ای به قطر 8 سانت در فاصله 100 متر بود. با این عنوان که اگر سلاح گروه 8 سانتی متری در فاصله 100 متری ارائه کنه، میتونه 100% تا 300 متر سر و تا 500 متر سینه نفر مقابل رو مورد هدف قرار بده. این ذهنیت وجود داره که آقای پدروویچ دراگانوف یا میخائیل کلاشینکوف به تنهایی اقدام به طراحی و ساخت کردن، که البته این غلطه. طراحی و ساخت سلاح کاری با تخصصهای گوناگونه که متخصصین خاص خودش رو داره و در واقع یک تیم متخصص پشت طراحی هر سلاحی قرار داره. برگ برنده آقای پدروویچ دراگانوف تیم متخصصی بود که برای وی کار کردن و در ادامه با اونها و نقش پررنگشون در
پیروزی دراگانوف آشنا میشیم. بعد از اینکه آقای دراگانوف طرح شماتیک اصلی و خواسته های الزامی رو به تیم خودش ارائه کرد، اونها به دنبال اجرای این الزامات شدند. ریل کناری نصب دوربین سلاح طراحی آقای دراگانوف که به اون ریل مصوب پیمان ورشو یا ریل کبوتری هم گفته میشه. با نصب این ریل نیاز به باز کردن دوربین برای نظافت و بازدید سلاح نیست و همچنین از زیر دوربین میشه از مگسک و روزن دید برای نشان رو یا چک کردن هم محوری سلاح استفاده کرد. یکی از افراد تیم آقای یوری الکساندروف، مهندس طراح و ارگونومی و همچنین ناظر آزمایش محصولات نظامی و فارغ التحصیل دانشکده نظامی لنینگراد بود. طراحی زیبا و دلنشین و ارگونومی تفنگ دراگانوف در واقع کار آقای الکساندروف هستش. طراحی قسمت برجسته روپوش‌های لوله و قنداق مسابقاتی خوش‌دست به سبک تام هوبل طراحی آقای الکساندروف هستش. از دیگر اعضای تیم فردی به نام آقای ایوان سامویلوف، مهندس متخصص در لوله سلاح و فنشناس لوله و کارشناس ساخت لوله های دقت و مسابقه ای هستش که تجارب و طراحی های بسیاری هم داره. رویای مهندس سامویلوف پیشی گرفتن از مهندس طراح و همتای غربی خودش یعنی آقای هری پاپ بود که با فرصت طراحی دراگانوف تونست نبوغ و هنر خودش رو به تصویر بکشه. طراحی و ساخت لوله تفنگ دراگانوف کار مهندس ایوان سامویلوف هستش و هنر تفنگ دراگانوف رو میشه گفت که لوله این سلاح انجام میده. لوله سلاح‌های مسابقاتی قطور بود و تأثیر حرارت و ارتعاشات بر اون کمتر بود و آقای سامویلوف با توجه به تبحری که داشت لوله‌ای با نسبت شکل، طول و قطر خاصی طراحی کرد که با وزن یک سلاح نظامی همخوانی داشته باشه. بزرگترین مشکل گرم شدن لوله و تغییر مرکز اصابت تیر و همچنین کنترل ارتعاشات لوله برای افزایش دقت بود و آقای سامویلوف آزمون و خطاهای بسیاری را انجام داد و تونست نقاط ارتعاشی خونسا بر روی لوله رو پیدا کنه و رابط زانوی گاز و روپوش های جانبی لوله رو روی این محل نصب کنه. سیلندر گاز کوتاه بود و از طریق 1 میلی‌فنر عمل عقب نشینی آلات متحرکی انجام می شد و لوله سلاح بدین گونه معلق و یا بدون درگیری با بقیه اعضای سلاح طراحی شد. روی روپوش های جانبی لوله 6 سوراخ طراحی شد تا به خنک شدن اون کمک کنه. بنابراین تفنگ اسپیدی میتونست با فشنگ‌های مخصوص 30 شلیک رو در یک دایره 5 سانتی‌متری در فاصله 100 متری در مدت 2 دقیقه بزنه. طراحی و ساخت و تست و موفقیت این لوله 5 سال طول کشید. سرانجام در 3 ژوئن سال 1963 در طی تصمیم وزیر دفاع و شورای عالی وزیران اتحاد جماهیر شوروی دستور شماره 139 توسط وزیر دفاع صادر شد و تفنگ دراگانوف با نام رسمی اسپیدی 63 و شکل نهایی فوق به تولید انبوه رسید و بیش از 60 سال در 38 کشور جهان خدمت کرد. اسپیدی به محض رونمایی به محبوب ترین و معروف ترین و بهترین سلاح تکیرانداز تخصصی در عصر خودش بدل شد و غربی ها عملا از سال 1980 به بعد به فناوری و ساخت سلاح‌های مشابه اون رسیدن. بعد از اون آقای دراگانوف نشان افتخار لنین رو در سال 1963 دریافت کرد. آقای ایوان سامویلوف به رویای خودش رسید و دو نشان افتخار دریافت کرد و آقای یوری الکساندروف هم نشان سرخ ارتش شوروی رو دریافت کرد. آقای دراگانوف سرانجام در 4 اوت سال 1991 در ایشفسک درگذشت. وی دو پسر به نام های الکسی و میخائیل داره که پسر اول او الکسی دراگانوف هم طراح سلاح شد و در پروژه سلاح بیزون به پسر آقای کلاشینکوف یعنی ویکتور کلاشینکوف کمک کرد. اما پسر دیگر او میخائیل تا به حال به حوزه سلاح و مهمات ورود نکرد. خب رفقا، به پایان این برنامه در رابطه با تاریخچه و نحوه ساخت سلاح دراگانوف اسپیدی رسیدیم. امیدوارم که از این برنامه و مطلبی که ارائه شد لذت برده باشید. به رسم همیشه که منتظر نظرات، پیشنهادات و انتقادهای شما عزیزان هستیم و تا برنامه بعدی همه شما خوبان رو به خداوند بزرگ می‌سپارم.